سلام می‌کنیم به همه شما بینندگان عزیز. در این بخش از برنامه همیاری با تک تک شما همراه هستیم و امیدواریم که شما بتونید تا پایان این بخش با ما همراه باشید. طی برنامه همیاری از دیروز تا امروز ما تک تک تماس‌های شما رو شنیدیم و کمک‌های ارزنده شما رو هم دریافت کردیم. بسیار تشکر می‌کنیم از همه دوستانی که تماس گرفتن طی دیروز و امروز با برنامه 26مین گلدیزان همیاری. همچنین در بخش قبلی خواهر عزیزم سارا رو داشتیم که تماس گرفتن و صحبت‌های بسیار انگیزاننده‌ای کردن. فقط مثل این که هموطنون سارا تماسشون قطع شد و نتونستن کمکشون رو اعلام کنن که من اینجا یک بار کمک سارا رو اعلام میکنم. سارا از مشهد که کمکشون 6 میلیون بود. به سیمای آزادی همینجا تشکر میکنم از سارای عزیز به خاطر تماسشون و به خاطر کمک ارزنده‌ای که کردند. بله، زیبایی در همیاری از جنس گره خوردن پایداری و استمرار مبارزه با جوهر آدمی در یک رویارویی با رژیم آخوندی به قدمت 14 است. در واقع میشه گفت همیاری رنگی است از رنگ‌های مقاومت و وقتی که در کنار رنگ شهیدان و اسیران و رنج زندگان این مقاومت قرار میگیره، تابلوی شکوهمند این مقاومت رو نقاشی میکنه و به یادگار برای نسل‌های بعدی به جا میذاره. در این قسمت از برنامه هم ما با دو نفر از اشرفیان همراه میشیم که دقیقاً از همین مسیر اومدن، مسیری از رنج و درد و اسارت سالیان. بله، بردن مجاهد اکبر کاظمی و نعمت اولیایی از مجاهدین از مدرسه که سالهایی رو پشت میله‌های زندان بودند و شاهدی هستند از شاهدان جنایت‌های رژیم آخوندی در زندان. بعد اکبر و بعد نعمت، سلام می‌کنیم به شما و خیلی خوشحالیم که در این بخش از برنامه همیاری با ما هستید. لطفاً ابتدا خودتون رو معرفی کنید که چند سال زندان بودید و در چه زندان‌هایی بودید و بعد ما سوال جوابمون رو اگه فرصت بود ادامه میدیم. بفرمایید. با سلام خدمت هموطنان عزیزم، هموطنانی که طی دو روز با شرکت در گلریزان همیاریشون با تومان، با دلار، با یورویی که پرداخت کردن آخرین میخای تابوت رژیم فرتوت خمینی رو کوبیدن و با تشکر از دست اندرکاران برنامه گلریزان همیاری خدمتتون عرض کنم که این فرصت برام فراهم کردید تا در خدمت هموطنان عزیزم باشم. همونجوری که خودتون گفتید، من حدود قریب به 4 سال در زندان‌های شهسوار، چالوس و در زندان اوین بودم. در خدمت شما هستم. بله. بعد اکبر شما بفرمایید خودتون رو معرفی کنین. چند سال زندان بودی و در چه زندان‌هایی بودین؟ سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که منو به این برنامه ارزشمند دعوت کردید. درود می‌فرستم به همه همیاران سیمای آزادی و تلاش‌های خسته نافذیشون. دست مریضات میگم. من به مدت 7 سال در زندان‌های سپاه و مال کشتر لاهیجان و زندان اوین و قزلستان بودم. بله. از اونجایی که هر دوی شما بعد از انقلاب ضد سلطنتی پیوستید به مجاهدین، حتما که خاطرات زیادی از همون زمان‌ها دارید، از کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی و امکاناتی مردم و حمایت‌هایی که از سازمان مجاهدین می‌کردن از همون بعد از انقلاب ضد سلطنتی. میشه برامون کمی از همین حمایت‌ها توضیح بدید؟ بفرمایید. بله. برنامه همیاری که در اوج تکاملش الان با آن نشستیم، از زمانی که من به نظر من پرچم مبارزه و پرچم مقاومت در مقابل جنایت‌های خمینی و سرقت انقلاب 22 بهمن برافراشته شد، از همون زمان متولد شد. حتما هموطنانی که به اصطلاح تو همسن سالهای ما هستن یادشون هست در دوره سال 57 تا 60 وقتی نشریه مجاهد چاپ میشد، همونجوری که چند روز پیشم یکی از عوامل رژیم میگفت، آمار میداد، گفت به دلیل اسطوره بودن مجاهدین بیش از 600 هزار نشریه مجاهد در سراسر ایران پخش میشد. در همون زمان من یادم تو شهر شهسوار که حدود 4 تا 5 هزار نشریه در روز فروش داشتیم، یه روزی یکی از خانمایی که سنش هم زیاد بود، پیرزنی بود،
به یکی از نشریه فروش ها مراجعه میکنه و میگه که عوامل رژیم زمین و خونه و اینا رو من مصادره کردم، من کسی رو ندارم، فقط یه 5 تومن پول دارم، خواهش میکنم اینو بدید به مجاهدین تا بتونه دادخواهی بکنه در مقابل ظلمی که بر من شد. یا یادم این موضوع چه در زندان و چه در دورانی که به دلیل فشار و اختناق هوادارهای مجاهدین به طور علنی دیگه تو شهرها نبودن، چجوری مردم براشون به اصطلاح تحت عنوان حمایت مالی که الان ما همیاری ازش نام میبریم، یه روزی یکی از خانمهای هوادار برام صحبت میکرد، میگفت که وقتی که من دیگه بچه ها رو نمیدیدم، باشون ارتباط نداشتم، هرچه امکانات مالی داشتم، طلا و جواهر داشتم، با خودم به شهر میبردم، اگه مجاهد خلقی رو میدیدم، رزمندی رو تو شهر میدیدم که بتونم اینا کمک بکنم. یا یادم یکی از بازاریان بسیار سرشناس شهرمون، ببخشید بعدن نعمت از اونجایی که شما میخواین توضیح بدین، الان اطلاع دادن که یکی از هموطنانمون همیرا از تهران پای تماس هستن، اگه موافق هستین تماس ایشون رو بشنویم و بعد دوباره برگردیم به ادامه صحبت. دقیقاً، حتما تماس هموطنمون رو واس کنید که مشتاق شنیدن صحبت هاشون هستم. بله، با تشکر از شما. بله، همیرا از تهران اطلاع دادن که همیرا از تهران پشت خط هستن. سلام میکنیم به شما، بفرمایید. به جز مجاهدین خلق کسی تو صحنه مبارزه واقعی علیه آخوندها نبوده و نیست. همین مقاومت با رهبری برادر مسعود و خواهر مریم علم سرنگونی را بیش از 40 سال به دوش کشیده و با فداکاری از پیچ و خمها و مشکلات این 14 دهه عبور داده. تماس بعدیمون علیرضا هستن از تهران، بفرمایید. این شبکه، این سیمای بلورینی که میبینی اسمش سیمای آزادیه، که این شبکه صرفا یه شبکه نیست، بلکه نماینده 80 میلیون ایرانی در بند هستش. اینطور ساده به این شبکه نگاه نکنید. هزاران شبکه ماهواره دیگه وجود داره که همه از آن مطلعیم، ولی این شبکه یعنی سیمای آزادی واقعا خاص‌ترین و مردمی ترین شبکه موجود در حال حاضر است. من این حرف رو در واقعیت نتیجه گرفتم و دارم به شما عزیزان منتقل میکنم. کمک به این شبکه افتخار بزرگیه که نصیب هر انسانی نمیشه. این شبکه تنها شبکه‌ای که واقعا ثابت کرده دغدغش مردم بوده و هست و خواهد بود. ولا غیر. تماسی داریم از هموطنمون گندم از کرج. سلام میکنیم به شما، بفرمایید. ما کنونهای شورشی اراده کردیم و همراه مجاهدی این نظام رو هرچه زودتر سرنگون کنیم. متاسفانه من به لحاظ مالی وسعم نمیرسه که به سیمای آزادی کمک کنم، ولی دعاگوتون هستم که انشاءالله در مسیر آزادی مردم ایران پیروز و موفق باشید. ضمناً دوتا دوستانم که بیمار هستن کمک کردن و اسمشون رو اعلام میکنم. سیما از تهران 700,000 تومان، آذر از زنجان 1,000,000 تومان تقدیم سیمای آزادی کردن. با تشکر از برنامه سیمای آزادی، گندم هستم از کرج. بفرمایید. فرزاد از تهران اگه واسه هستین بفرمایید. سلام و درود بر شما مجاهدین خلق مردمی و ملی ایران، و هزاران درود میفرستم بر روح بزرگ سرهنگ بهزاد معزی که در سال 60 برادر مسعود رو از قلب تهران به اروپا منتقل کرد با سلامت و امنیت، و درود میفرستم بر مریم رهایی، مریم رجوی قهرمان و مجاهدین اشرف و همه مردمانی که در راه مجاهدت و مبارزه برای آزادی جانشان و تنشان را فدا کردند. ما افتخار میکنیم که سیمای آزادی و تلویزیون ملی ایران مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ ایستاده و یکی را سرنگون کرده و دیگری را خیلی زود سرنگون خواهد کرد، و افتخار میکنیم که با تاج و عمامه درگیر هستیم و اینها را به زباله‌دان تاریخ میفرستیم. بله، خیلی ممنون از شما. بعد اکبر، شما ابتدا خودتون رو معرفی کردید و گفتید که از زندان گفتید و اینکه چند سال
در زندان‌های رژیم آخوندی بودید. تا جایی که می‌دونیم تعدادی از اعضای خانواده شما هم در راه آزادی توسط رژیم آخوندی اعدام شدن. اگه بشه برامون توضیح بدید از شهدایی که در خانواده‌تون داشتید و خانواده شما تقدیم راه آزادی کردن. بله، متشکر از شما. من 10 نفر از اعضای خانواده‌ام و بستگان مادریمون به شهادت رسیدن توسط رژیم خمینی. برادر مجید کاظمی دانشجوی 21 ساله در اسفند سال 66 12 اسفند به شهادت رسید. سه پسر دایی و دختر دایی به نام های برادر مجید کاظمی هستش. سه پسر دایی و دختر دایی نیست در سال جلادان خمینی به شهادت رسیدن. پسر دایی بهمن و موساپور، دختر دایی سیما موساپور و برادر دیگری این خانواده فرهاد موساپور در دهه 60 از سال 60 تا 67 به شهادت رسیدن. بهمن در قتل عام های سال 67 سربدار شد. 5 نفر از بستگان مادریم نیز توسط دشمن خمینی به شهادت رسیدن. پنج نفر عبارتن از فرهاد، ببخشید هادی محمد نژاد، فریدون محمد نژاد، مهدی محمد نژاد، محمد محمد نژاد و خواهرمون طاهره مقدم همسر فریدون در فاصله سال 60 تا 67 به شهادت رسیدن. همچنین سیاوش آزرمی مجاهد 17 ساله که در شهریور اواخر شهریور 60 در تهران دستگیر شد و در 7 مهر کمتر از 2 هفته بعدش دستگیری به شهادت رسید. سیاوش دانش آموز سال سوم دبیرستان بود که مدت کوتاهی که با مجاهدین آشنا شد دستگیر شده بود و در سال 60 به شهادت رسید. تشکر میکنیم از توضیحاتی که دادین و از تک تک شهدایی که نام بردین، شهدایی که خونشون مسیر راه آزادی رو آبیاری کردن. خیلی ممنون از شما برادر اکبر. اگه موافق باشید تماس ها رو با هم ادامه بدیم اینجا. بله، هموطن بعدی موسا از ارومیه پشت خط هستن. سلام میکنیم به شما موسا از ارومیه، بفرمایید. با درود به مسعود رضوی، شیر همیشه بیدار سازمان مجاهدین خلق ایران و مریم رهایی، چه عزت بخشیدن به زنان ایران. و همچنین سلام میکنم به زهرا مریخی مسئول اول و افتخار میکنم که یکی از زنان مبارز مسئول اول سازمان شده. و جا داره اول از همه من 30 عده را که بازجشت آزادی برادر مسعود رضوی و موسا خیابانی از زندانهای رژیم شاه بود تبریک بگم و از تمام هموطنان و همیاران خارج میخواهم در این برنامه همیاری کمک کنند و همانطور که کانونهای شورشی تو ایران جانشان را در طبق اخلاص گذاشتن همیاری کنند تا این نهضت نخوابه و چاره جز مبارزه با رژیم دیکتاتور نداریم. اگر ما یک قدم عقب نشینی کنیم دشمن 10 قدم جلوتر می آید، بیشتر می کشد، بیشتر جنایت می کند، بیشتر دزدی می کند و اینجا می خواهم که همیاری کنن و کمک مالی کنن تا برادران کانونهای شورشی و مردم مبارز حمایت بشن، این نهضت را نذارن بخوابه. و جا داره درود بفرستیم بر مردم ایران که در سالگرد دشخیم قاسم سلیمانی جلاد که بنرهاشون رو آتیش چشیدن و نشون دادن که ملت ایران این جلاد را شناخته و نخواهد پذیرفت این را
به عنوان مدافع ایران شناخته بشه و تشکر جانانه از کانونای شورشی شهر کرد دارم که مجسمه جلاد را به آتش کشیدن و خواب رویاهای رژیم را به هم ریختن. و دوست دارم که این نهضت همیشه باشه و باز میگویم ما همیشه در راه مبارزه هستیم و آماده شهادت یا پیروزی. ما اگر ز سر بریده میترسیدیم در مدرسه عاشقان نمیرخصیدیم. ای جلاد، ای بسیجی مزدور، بهت میگیم بیا بیا، ما آماده نبردیم و هیچ موقع از پا نخواهیم نشست، یا پیروزی یا شهادت. بله، با تشکر از شما موسای گرامی از ارومیه، و حتما که فراخوان شما به همیاری رو همه هموطنانمون در خارج از ایران هم شنیدن و به اون هم حتما قیام خواهند کرد. داشتم میگفتم که در همون دهه 60، در دورانی که به اصطلاح تحت عنوان فاز سیاسی ازش، یعنی دورانی که یک مقدار کمی فضای باز سیاسی بود بعد از انقلاب ضد سلطنت، رژیم نتونست کاملا ببنده، از همون زمان همیاری شروع شد. من یادم یکی از بازاریان بسیار سرشناس شهرمون، یعنی شهسوار، وقتی رژیم تمام زندگیشو مصادره میکنه، برمیگرده میگه که همه زندگیم، همه داراییام فدای یک تار موی مسعود رجبی. یا ما در رابطه با همیاری تو خود زندان، ما شهید دادیم شهدای همچون شهید محسن دارش، شهید فردین گلیجانی مقدم، شهید علی مقدم، که در خود زندان با جمع کردن کمک مالی و فرستادن به بیرون کمک میکردن به ادامه برادرانی که در بیرون از زندان به مبارزشون ادامه میدادن. خلاصه این که در یک کلام اگه من خدمتون عرض کنم، همیاری با برافراشته شدن پرچم مقاومت و ایستادگی در مقابل خمینی و الغار خمینی متولد شد که الان در نقطه تکاملش هموطنان عزیزم، خواهران و برادرانم، چه در داخل و چه در خارج، در گریزان همیاری اینجوری شرکت میکنن. اطلاع میدن مصطفی از لرستان پشت خط هستن. سلام میکنیم به شما برادر مصطفی از لرستان، اگه صدای ما رو میشنوید بفرمایید. بله، با عرض سلام و عرض ادب خدمت مجری خوب برنامه و مهمان برنامه مون. من مصطفی از کانونهای شورشی 450 لرستان هستم تماس میگیرم. جا داره اول گلویزان همیاری رو به تمام آزادی خواهان وطنم تبریک بگم و در ادامه چون میخوام صحبتام کوتاه باشه، سالروز آزادی برادر مسعود رجوی رو در 30 دی بهش تبریک میگم. من به عنوان قشر کارگر دارم صحبت میکنم. سیمای آزادی، صدای اعتراض و حق‌خواهی کارگران، معلمین، مال باختگان و کشاورزان و همچنین تشنگانه. هر کجا اعتراض و تظاهرات به حق‌خواهی مردم ایران هست میباشد. سیمای آزادی اولین رسانه است که همه موارد را اولین بار بازتاب میکنه. من میخوام این همیاری و این گلریزان همیاری رو تبریک بگم. صدای من کارگری است که در ید دست استعمارگران ثروت و سرمایه بایستی زبونم را ببندم و صدام در نیاد، ولی دیگر تا به توان این ظلم و این ستم بر خودم و خانوادم را ندارم. بلند داد میزنم رژیم در نقطه رسیده که یک قدم فقط برایش مانده، یک قدم تا نابودی و سرنگونی. تنها راه نابودی و سرنگونی رژیم هم سلاح در دست داشتن همدیگه است. ما باید دستمون تو دست هم همیاری کنیم، گلریزان کنیم. تنها کمکی من که میتونم قشر کارگر کنم اینه، کانونهای شورشی رو دارم حمایت میکنم در داخل، فعالیت‌های شورشی دارم در داخل کشورم، جانم را برای آزادی وطنم میدم.
مصطفی از لرستان و همینجا درود میفرستم به شما و سایر دوستان کارگرتون که همه هم کارگران هم معلمین همه از اخشار زحمتکش میهنمون هستین که ستم مضاعف و ظلم مضاعف این رژیم رو تحمل میکنید، ولی خیلی ممنون از شما و از صحبت‌های انگیزاننده که کردید.